دوستان سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ما امشب لایو مهمی رو داریم در خدمت آقای دکتر حبیب نیا که تشریف آوردن. اگر درخواست بدن سپاسگزار میشم که انشالله لایومون رو هر سریعتر آغاز کنیم. من خودم بی‌صبرانه منتظر این لایو بودم و خیلی خوشحالم که ایشون دعوت ما رو پذیرفتن و حضور پیدا کردن. سلام عرض ادب. سلام، وقتتون بخیر باشه. خوب هستین آقای دکتر؟ وقت شما بخیر خیر باشه. سپاسگزارم، خیلی خوشحالم شما رو میبینم. افتخار دادید در جمع ما حضور پیدا کردید آقای دکتر حبیب نیا. ما برنامه امروز در مورد الگوریتمیک تریدینگ یا الگو تریدینگ میخوام صحبت کنیم، یا معاملات الگوریتمی یا معاملات برنامه‌ریزی شده در سهام. مطلب بسیار نو جدیدی هست. آقای دکتر حبیب نیا سالها در این زمینه تخصص ویژه داشتند، کار کردن. بنده خودم از زمانی که آقای دکتر در رشته لیسانس بودند، یک زمانی من از ایالات متحده برگشته بودم، درس مدیریت ریسک رو اون زمان در دانشگاه تهران میدادم. آقای دکتر حبیب‌نیا واقعا یکی از بهترین شاگردان ما بودند اونجا و به همین صورت مدارج ترقی رو طی کردن تا امروز و خیلی خوشحالم که ایشون امروز حضور پیدا میکنن و در مورد مباحث خیلی پیشرفته صحبت میکنن. البته میخواستم که ایشون خودشون باشن وقتی میخوام زندگی نامه ایشون رو شرح بدم. آقای دکتر حبیب‌نیا دوباره تشریف آوردن، من در حضور خودشون توضیح بدم بهتر هست. سلام آقای دکتر. سلام مجدد آقای دکتر. اگه اجازه میفرمایید من فقط یک مقدار توصیه، یعنی در واقع یک معرفی از شما داشته باشم. عرض کردم که اون زمان من از ویرجینیا تک اومدم، برگشتم ایران. حالا شما ماشاءالله در ویرجینیا تک استاد هستید، افتخار ما هستید، افتخار جامعه ایرانی هستید. و آقای دکتر حبیب‌نیا رو از دست ندید دوستان. حالا من چرا اینو عرض میکنم خدمتتون؟ چون من بالاخره شناخت بیشتری دارم، درشناس و خوبی هستم. ببینید آقای دکتر حبیب‌نیا دانشجوی تهران، رشته اقتصاد، لیسانسشون رو دریافت کردن، فوق لیسانسشون رو دریافت کردن، بعد تشریف بردن به لندن. لندن اونجا در یک دوره کارشناسی ارشدشون رو دریافت کردن که یک دوره ویژه از کسب بزنس اسکول بوده دیگه آقای دکتر، درسته؟ حالا من توضیح بدم آقای دکتر، اگر اشتباه میکنم شما بفرمایید. ببینید کسب بزنس اسکول یک دوره MBA خاص هست. حالا چرا خاص هست؟ برای اینکه در کسب بزنس اسکول از افرادی که صاحب کار، صاحب حرفه هستن، صاحب تجربه هستن دعوت میشه که تدریس کنند. ما چنین دورهایی در دنیا خیلی کم داریم، یعنی افرادی که خودشون در بازار مالی حضور داشتن اینها در کلاس‌های درس حضور پیدا می‌کنند، اساتید و تدریس می‌کنند. درست می‌کنم آقای دکتر؟ بله فرمایشتون درست هست. یکی از ویژگی‌های کسب بزنس اسکول این هستش که مثلا برای خود رشته فایننس 12 تا گرایش مختلف داشت و برای هر کدوم از این گرایش‌ها کاملا مشخص بودش که به اصطلاح افراد چه مهارت‌هایی رو یاد می‌گیرن و در نهایت چه نوع شغل‌هایی رو می‌گیرن. و همونطور که فرمودید از اساتیدی دعوت می‌شد که حالا معمولاً برای ترم‌های آخر که اینها خودشون در بازارهای مالی فعال بودن و به قول معروف از اینداستری می‌اومدن برای تدریس. احسن باشون. آقای دکتر حبیب‌نیا در کسب بزنس اسکول عرض کردم از نظر کاربردی، چون یه چیزی که باب شده آقای دکتر حبیب‌نیا من خدمتتون عرض کنم، در ایران وقتی یک فردی واقعا مدارج بین‌المللی رو طی کرده معمولا افراد میان انقلاب میذارن، میگن مثلا اینها کاربردی کار نکردن، مثلا در دانشگاه بودن. خب حالا آقای دکتر حبیب‌نیا که در واقع تحصیلش که در یک دانشگاهی بوده که کاملا کاربردی بوده، اولین تحصیلاتی که در خارج از کشور داشتن، بعد هم که شما مدتی تجربه کار هم در بازارهای مالی رو داشتید، تا اونجا که یادم میاد در المی شما حضور داشتید، فعالیت میکردید، بعد هم که به یکی از بهترین دانشگاه سراسر دنیا رفتن، یکی از بهترین دانشگاه انگلیس رفتن، دانشگاهی که صاحب سبک هست به نام LSE، London School of Economics. خب اون تجربه اقتصادی رو که داشتن با تجربه فایننسی رو که داشتن، حالا من فراموش کردم، من فکر می‌کنم شما 10 بار فقط تحلیل تکنیکال در ایران تدریس کردید، درست آقای دکتر؟ نزدیک 40 خورده دوره برگزار کردم. خود تو کفی مام کردید، مدیریت ریسک هم برگزار می‌کردید. بله پس آقای دکتر حبیب‌نیا هم با بازار ایران کاملا آشنا هستند، هم با بازار بین‌المللی آشنا هستند، هم در بهترین دانشگاه دنیا تدریس کردند، هم در بازارهای مالی بین‌المللی حضور داشتند، هم الان استاد دانشگاه ویرجینیا تک هستند، در همین مباحث ماشین لرنینگ و مباحث آماری و اینها
و ایشون همزمان تدریس میکنند و این افتخار ماست که حالا در این لایف حضور پیدا کردن و افتخار ماست که انشالله دوره رو در کلینیک اقتصاد در خدمتشون خواهیم بود. های دکتر در معرفی خودتون اگر نکته هست بفرمایید. خواهش میکنم. منم هم خدمت شما مجدد هم دوستانی که این لایو رو میبینن سلام عرض میکنم. باعث افتخار من هم هست. همونطوری که خودتون اشاره کردید من شاید اولین شغل رسمی رو که در بازار سرمایه در ایران گرفتم در از به دعوت و تحت نظارت شما بود. سال 1983 اگر خاطرتون باشه بود. بعد از اینکه افتخار داشتم که در از در دانشگاه تهران با شما دوره‌های مرتبط با هم مدیریت ریسک‌های مالی رو داشتم و شاید حالا برای دوستان حالا همچه که شما فرمودین جالب باشه که در اصل انتخاب رشته و دانشگاه ها بر اساس این بود که من همزمان در زمانی که دانشجو بودم و تحصیل میکردم همزمان در بازار مالی فعال بودم و بر اساس اون نیازها و سوالاتی که در ذهنم پیش می اومد یا نوع در اصل کارهایی رو که ما در مؤسسات مالی انجام میدادیم انگیزه می شد که من درسایی رو که انتخاب می کنم، رشته رو که انتخاب می کنم یا حتی دانشگاهی رو که انتخاب می کنم متناسب با این باشه. و دلیلی که بعد از ایران رفتم کسب بزنس سکول این بود که یه دوره خیلی خاصی داشت که به اسم کوانتیتیتیو فایننس بود که همونطوری که فرمودین به این صورت بود که طراحی شده بود برای افرادی که حالا در خود موضوع فایننس بیشتر مد نظرشون هستش که حالا رول های کوانت رو بعدن در هج فاند ها، اینوستمنت بانک ها و مؤسسات مالی بگیرن و این ترکیبی از مهارت هایی که لازم بود برای بخش فایننس، بحث برنامه نویسی، ریاضیات و آمار رو سعی می کردن آموزش بدن و خب یک سری کورس های ما هم توسط اساتیدی بود که اینها خودشون پرکتیشنر بودن و توی این مؤسسات کار می کردن. و حتی خب در انگلستان برای دوستانی که میخوان وارد دوره‌های دکترا بشن معمولا دانشگاه‌ها از شما یک پروپوزالی برای تحقیقات میخوان که بر اساس اون پروپوزال شما انتخاب میکنن که شما وارد اون پروگرام بشید و با کی کار بکنید که خب من پروپوزالم هم روی همین موضوعات استفاده از به اصطلاح مباحث و مدل‌های آماری و ماشین لرنینگ در حوزه فایننس بود که خب وارد دپارتمان استاتستیکس LSE شدم ولی همزمان در اصل با دپارتمان فایننس و سیستمیک ریسک سنتر اون دانشگاه هم افیلیتد بودم و حالا تحقیق میکردم و خب در طی این سالها همونطور که فرمودین حالا هم سعی میکردم که در کنار اون بحثای آکادمیک به اصطلاح در بازار مالی فعال باشم که خب زمانی که ایران بودم حالا هم از بحث تدریس اتفاقا شاید میشه گفتش که اون زمانی که سال 84 یا 83-85 و حالا در نهایت تا سال 87 که من تکنیکال رو تدریس میکردم هلوش اگه اشتباه نکنم بالای 40 دوره برگزار کردم و هلوش مثلا بالای 2000 نفر شرکت کرده بودن و اونجا ما هدفمون بیشتر این بود که بتونیم مباحثی که مرتبط با دی تریدینگ هست و اینی که ما بتونیم داده های ریل تایم رو داشته باشیم رو از اون سالها مطرح بکنیم و خب تو شرکت های کارگزاری و به سبب نهادهای مالی هم در ایران فعالیت داشتم. زمانی هم که انگلستان به سال برای تحصیل مهاجرت کردم همونطور که فرمودید تجربه معاملاتیم از بورس فلزات لندن شروع شد سال 2010 بود اگر اشتباه نکنم که اون زمان قراردادهای شمش فولاد رو به سال تازه وارد چند ماه بود که وارد بازار بورس فلزات لندن شده بود و حالا قراردادهای فیوچرز و دریوتیوز هایی بود که روی این شمش فولاد معامله می شد رو وارد شدم و تقریبا حدود 13-14 ماه هر روز درگیر معاملات اون بازار بودم و بعدش در اصل در شرکت هایی که کار می کردم ما سعی می کردیم که هم به خاطر دایورسیفیکیشن و هجینگ بتونیم هم بازار
استاک و ایکویتی رو در نظر بگیریم، هم کامودیتی و هم اف ایکس مارکت که خب بحث جفت ارزا هست. و زمانی هم که خب بازار کریپتو مطرح شد و ترید روی کریپتو ها به صلاح شروع شد، در اصل وارد این حوزه هم شدم و خب حالا هم از لحاظ ریسرچ و هم از لحاظ به صلاح معاملات تو این بازار هم فعال هستم. از لحاظ حالا یکم هم از ویرجینیا تک بگم که شما هم خودتون حضور داشتید، شاید برای دوستان جالب باشه، دانشگاه ویرجینیا تک هم خب برنامه‌ای که داشت و دلیلی که من به این دانشگاه ملحق شدم این بود که خیلی می‌خواستن سرمایه‌گذاری بکنن رو بحث استفاده از بیگ دیتا و AI در حوزه اقتصاد و یک پروگرامی هم داشتن که حالا ما به اصطلاح بهش میگیم پروگرام CMDA یا Computational Modeling and Data Analytics، که این در دپارتمان ریاضی و آمار و کامپیوتر ساینس هستش و عملا ما دانشجوها رو توی این پروگرام تربیت میکنیم که مهارت‌های ریاضی، آمار و کامپیوتر رو در سالهای اولیه یاد بگیرن و در سال حالا نهاییشون اینها یک تخصصی رو انتخاب میکنن که حالا میتونه اون مهارت‌ها رو استفاده بکنن در حوزه اقتصاد، که من همین بحث دیتا ساینس فور کوانتیتیتیو فایننس رو اونجا تدریس میکنم و بیگ دیتا اکونومتریکس، و بعضیاشون مثلا میرن ترک های فیزیکس و ترک های دیگه که حالا اون مهارت‌ها رو در حوزه‌های دیگه استفاده بکنن. بسیار عالی، بسیار عالی. ببینید، دلیلی که من شما رو با جزئیات معرفی کردم این هست که شما یک زمانی در ایران حضور داشتید، در کارگزاری ها حضور داشتید، در بازار سرمایه ایران حضور داشتید، بعد دنیا رو دیدید، بازار مالی دنیا رو دیدید و به این نتیجه رسیدید که نیاز هست که با دیتا، فردی که میخواد در این بازارها موفق بشه نیاز هست که با دیتا ارتباط تنگاتنگ داشته باشه، ارتباط جدی داشته باشه و قدرت تحلیل دیتا و قدرت کار کردن با دیتا رو داشته باشه. آیا برداشت بنده درسته؟ بله. حالا به قول شما بعد از این introduction و معرفی، اگر بخوایم وارد موضوع اصلی لایف بشیم که استفاده از فناوری‌های جدید هستش در حوزه معاملات الگوریتمی، یکی از این فناوری‌ها که رول خیلی مهمی رو بازی می‌کنه در اصل big alternative data هستش. اینی که ما بتونیم تا جایی که می‌تونیم از داده‌هایی که داره تولید میشه و جمع‌آوری میشه استفاده بکنیم، یا حتی در یک اسکیل بزرگتر بعضی از شرکت‌های مالی یا هج فاندها اینها داده‌های خودشون رو حتی تولید و جمع‌آوری می‌کنن برای اینکه بتونن در معاملات الگوریتمی استفاده بکنن. بسیار عالی. از چه زمانی شما خودتون معاملات الگوریتمی رو علاقمند شدید و شروع کردید به پژوهش یا شروع کردید به کار در این زمینه؟ ببینید، معاملات الگوریتمی شاید خوب باشه که یک تعریفی ازش داشته باشیم و بعد حالا متناسب با اون تعریفی که ازش میکنیم در اصل این رو بتونیم وارد بخش‌های مختلفش بشیم. البته به واسطه اساتیدی که به من لطف داشتن در ایران و در بازار مالی حالا سمتی داشتن یا فعال بودن، در سالهای گذشته هم چون این بحث معاملات الگوریتمی در داخل ایران هم مطرح شده بود، در اصل من سعی می‌کردم که باهاشون در ارتباط باشم. حالا در حوزه آموزش تا جایی که فرصت شده بود اولین دوره رو سال 2017 برگزار کردم در ایران که مشخصا با همین عنوان معاملات الگوریتمی بود، ولی قبل از اون یک سری دوره‌ها بود که حالا مرتبط میشد با اینی که ما چجوری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده بکنیم در بازارهای مالی، که چند دوره رو هم افتخار داشتم که در این حوزه در بازار مالی ایران تدریس بکنم. و یه بحث دیگه که خب مطرح بود این بود که برای اینکه این معاملات در داخل بازار ایران عملی بشه، خب هم از لحاظ رگولیشن و قوانین مقررات و هم از لحاظ اون انفراستراکچر و زیرساختی که لازم هستش که داشته باشه، من با تیمهایی که روی این زمینه کار میکردن در ارتباط بودم و سعی میکردم حالا اون تجربیاتی که هست یا اون سوالاتی که مطرح هستش برای دوستان در به اصطلاح بورس ایران رو با هم همفکری بکنیم و روش کار بکنیم. و در اصل
اینی که بتونیم حالا جلوتر خدمتون که تعریف میکنم مفهوم معاملات الگوریتمی رو، اینی که بتونیم به صورت A to Z از ابتدا تا انتها و حالا بحث اکزیکیوشن و مدیریت سفارشات خرید و فروش و اون اوردر منیجمنت رو انجام بدیم، در بازار ایران برمیگرده به همون سال 2017، ولی در اصل در شروع اصل مثلا معاملات الگوریتمی در یک اسکیل میشه گفتش که شاید ابتدایی ترش تقریبا از همون میشه گفته سال مثلا 2010 من روش کار میکردم. روی بحث معاملات الگوریتمی یک چون با بعضی از موضوعات دیگه یک سری اوورلپ ها و همپوشانی هایی داره و در تعاریفی که ما میکنیم مثلا یا بعضا سرویس هایی که من میبینم، دوره هایی که میبینم و با بعضی از دوستان که صحبت میکنم، میبینم که برداشتی که از معاملات الگوریتمی دارن ممکن هستش با اون مفهوم اصلی تا حدی تفاوت داشته باشه. مثلا خب بعضی از دوستان در بازار ایران حالا به واسطه هم بازار سهام و هم بازارهای آتی و ممکنه در بازار کریپتو یا جفت ارزها هم مشغول باشن، خب ممکن هستش که از روش تحلیل تکنیکال استفاده میکنن و صرفا این که ما بتونیم مثلا این بک تست ها رو انجام بدیم و سیگنال بگیریم، سیگنال خرید و فروش بگیریم و این رو اپتیمایز بکنیم رو معادل با معاملات الگوریتمی میدونن. این تا یه حدی میشه گفتش که هم درست هست هم غلط هستش. در کل معاملات الگوریتمی هدفش این هست که بتونه تمامی فرایندها و مراحلی رو که ما طی می‌کنیم برای اینکه تصمیم گیری بکنیم راجع به اینی که چه نوع سرمایه‌گذاری داشته باشیم و چه زمان، به چه میزان و به چه شکل مدیریت بکنیم رو، اگر ما بتونیم با استفاده از تئوری‌های فایننس، روش‌های ریاضی و آمار و استفاده از ابزارهای کامپیوتری تبدیل به یک فرآیند اتوماتیکی بکنیم که این فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت و پیاده‌سازی توسط یک الگوریتم انجام بشه، ما این رو میگیم معاملات الگوریتمی. و حالا باز مثلا یک اورلپی با های فرکانسی تریدینگ پیدا می‌کنه، یک اورلپی باز با همین تحلیل تکنیکال یا روش‌های دیگه پیدا می‌کنه، ولی به معنای واقعی اگر ما بخوایم که الگوریتم خودش بیاد در گرفتن داده ها، تحلیلش، ایجاد استراتژی، بک تست استراتژی و ایجاد سفارش های خرید و مدیریت ریسک سرمایه گذاریمون وارد بشه، این رو ما معاملات الگوریتمی میگیم. احسن صدای من خوب بوده مشکل داشت؟ بله، ولی یه لحظه احساس کنم قطع شد، ولی کامل واضح و بسیار خوب و شیوا مطرح فرمودید. آقای دکتر حبیب نیا، اگر شما بخواید توصیه داشته باشید به فعالان بازارهای مختلف که در ایران هستند، آیا توصیه می‌کنید که وارد شناخت معاملات الگوریتمی بشن یا نه؟ یا آیا هشداری دارید در این زمینه بدهید یا نه؟ ببینید، تجربه‌ای که افراد در ایران دارن این هست که شما اگر تحلیل تکنیکال آشنا باشید، دیگه میتونید که در بازارهای مالی، چه بازار بورس، چه بازار مثلا کریپتو، فارکس، همه چی شما میتونید وارد بشید و فعالیت کنید. شما بالاخره اگرم کس دیگری باشه از شما بیشتر سابقه تدریس تحلیل تکنیکال داشته باشه، خیلی معدود هستن در این کشور. حالا شما به عنوان فردی که هم در بازار مالی جهانی هم در بازار ایران حضور داشتید، اما تحلیل تکنیکال خیلی آشنا بودید، برداشت شما چه هست؟ به چه توصیه‌ای دارید به مخصوصا جوانان ایرانی برای موفقیت در بازارهای مالی؟ اگر بخوام حالا مشخصا یکم تمرکز رو بیارم روی تحلیل تکنیکال، اتفاقا جالبه که تحلیل تکنیکال موقعی که ما مطالعه میکنیم از لحاظ ریسرچ، خب یکم ممکنه که احساس بکنیم از لحاظ دانشگاهی جذابیت کمتری داره و خیلی محدود تدریس میشه، ولی کسب بزنس اسکول شاید محدود دانشگاهی بود که تحلیل تکنیکال رو به عنوان یک واحد درسی تدریس میکردن و اونجا سعی میکردن که مثلا رو ابعاد مختلف تحلیل تکنیکال اون مفاهیم دیگه که در فایننس و ریاضیات آمار داریم رو هم واردش بکنن. ببینید، در تحلیل تکنیکال در یک مفهوم خیلی ساده و پیاده سازیش،
خب شما یک پلتفرمی دارید که حالا این پلتفرم برای یک اکسچنج یا یک مارکت خاصی ممکنه که در اختیار شما کارگزاری قرار داده باشه. از طریق این پلتفرم خب شما ممکنه داده های ریل تایم و داده های لحظه ای رو بتونید دریافت بکنید و حالا در این پلتفرمی که دارید بتونید مثلا یک سری ایندیکیتورها رو اضافه بکنید به چارتتون، یک سری مفاهیم به اصطلاح مرتبط با پترن ها و یک سری توری هایی که حالا در حوزه تحلیل تکنیکال داریم، مثلا روش هایی که فیبوناچی، گن، الیو، چیزهایی که به این صورت تعریف شدن رو ما در داخل اون پلتفرم ممکنه بتونیم اضافه بکنیم و در این حال ممکنه که بتونیم یک بک تستی رو هم انجام بدیم. ولی اتفاقی که میفته و باعث میشه که ما حتی اگر بخوایم تحلیل تکنیکال رو به صورت حرفه‌ای و به صورت اصولی استفاده بکنیم، مجبور هستیم که از این ابزارهای پلتفرم‌ها سویچ بکنیم به در اصل یک پلتفرم دیگه‌ای که به ما این امکان رو بده که تحلیل‌ها و بهینه‌سازی خودمون رو در یک مقیاس افیشنت‌تر و بهتری انجام بدیم. به عنوان مثال اگر شما بخواید یک مثلا استراتژی تکنیکال رو دیولپ بکنید و بک تست بکنید، خب این فرایند دیولپ استراتژی و بک تست کردنش در پلتفرم هایی که برای تحلیل تکنیکال هست با یک سری محدودیت های مواجه هست. یکی از این محدودیت ها این هستش که شما ممکنه بخواید چند تا ایندیکیتور رو با هم ترکیب بکنید. هر کدوم از این ایندیکیتورها یک پارامترهایی دارن که باید تنظیم بشن و در اصل یکی از عواملی که در اون سوددهی استراتژی موثر هست تنظیم درست این پارامترها هست. وقتی شما چند تا از این ایندیکیتور رو با هم ترکیب میکنید، در اصل چند تا پارامتری که باید تنظیم بشه رو دارید با هم ترکیب میکنید و این فضای بهینه‌یابی رو خیلی پیچیده تر میکنه. از اون ور اگر ما بخوایم بک تستی انجام بدیم که به ما صرفا فقط پیاده سازی و گرفتن به صلاح سود و پروفیت برای اون استراتژی خاص روی یک داده هیستوریکال برای 2 سال گذشته نباشه، بخوایم که مثلا یک بک تستی که روباستر هست یا در اصل میتونیم انتظار داشته باشیم در آینده همون استراتژی سودآور باشه رو دیولپ بکنیم، باز نیاز داریم که بتونیم یک سری سیمولیشن ها و شبیه سازی هایی رو انجام بدیم و ترکیب این شبیه سازی ها و ترکیب چند پارامتری که همزمان قرار هستش تنظیم بشه با هم فضای بک تست و اپتیمایزیشن رو خیلی سنگین تر میکنه و معمولا این پلتفرم ها این توانایی رو ندارن که بتونن این از ابزارها یا روش استفاده بکنن که این بک تست رو به صورت افیشنت انجام بدن و یا حتی فیزیبل و امکان پذیر باشه. به خاطر همین هستش که ما انگیزه پیدا میکنیم که در اصل کل الگوریتم خودمون رو در یک زبان برنامه‌نویسی دیگه پیاده سازی بکنیم و دیولپ بکنیم. حالا این زبان برنامه‌نویسی ممکن هستش که در بعضی از شرکت‌ها متناسب با اون هدفشون زبان برنامه‌نویسی جاوا، سی یا زبان‌های برنامه‌نویسی در این لول باشه. در بعضی از شرکت‌ها ممکنه بیاد زبان‌های برنامه‌نویسی مثلا پایتون یا آر و زبان‌هایی که می‌تونن دیولپمنت رو سریع‌تر انجام بدن ولی ممکنه که در زمان پیاده سازی خیلی افیشنت نباشن. به خاطر همین و یه نکته دیگه که وجود داره این هستش که شما معاملات الگوریتمی رو نباید معادل با گرفتن سیگنال بدونید. گرفتن سیگنال یا پیشبینی یک مرحله کوچیکی از یک زنجیره بزرگتری از فعالیت‌ها هستش و درسته که اون زنجیره ممکنه توسط تحلیل تکنیکال انجام بشه یا ممکنه از روش‌های دیگه آماری یا ماشین لرنینگ ما بتونیم اون سیگنال رو بگیریم، ولی یک سری فعالیت‌های قبلی و بعدی وجود داره که باز این نیاز هستش که به اون تحلیل تکنیکال اضافه بشه. به خاطر همین افرادی که حرفه‌ای هستن، اینی که حالا ما باید وارد بحث معاملات الگوریتمی بشیم یا نه، به نظرم این تقریبا الان وارد شدیم، حالا اینی که چقدر ما میخوایم ازش استفاده بکنیم یا نه هست و اینی که خب حالا اون بازاری که داریم میخوایم که از معاملات الگوریتم استفاده بکنیم چقدر به ما فضای این معاملات رو میده و حالا متناسب با محدودیت های بازار آیا بعضی از این متدها و استراتژی های معاملات الگوریتمی در اون بازار قابل پیاده سازی هست یا نه یه نقطه دیگه ایه. حالا ترانزکشن کاست و اون کارمزد ها مطرح میشه و نکات دیگه. آقای دکتر عزیز، اگر که فردی بخواد وارد این فضای معاملات الگوریتمی بشه چه پیش نیازهایی رو از قبل باید طی کرده باشه
به عنوان مثال شما که بنا هست انشاءالله در کلینیک اقتصاد این دوره رو برای ما یک دوره جامع در واقع معاملات الگوریتمی رو برگزار کنید و ما در خدمت شما هستیم، توصیه‌تون این است که دانشجویانی که میخوان شرکت کنن باید چه پیش نیازی داشته باشن که در این دوره موفق باشن؟ ببینید معاملات الگوریتمی، حالا اگر بخوایم اون چیزی که الان در حال حاضر در به صورت استاندارد پیاده سازی میشه در کشورهای مختلف رو بررسی بکنیم، همونطور که فرمودید از یک سری فناوری‌ها دارن استفاده میکنن. این فناوری‌ها یک بخشش دیتا بود، اینی که ما بتونیم با داده‌های بزرگ کار بکنیم. در حوزه معاملات الگوریتمی این داده‌ها میتونه داده‌های خیلی های فرکانسی باشه، مثل داده‌های دقیقی یا حتی داده‌های تیک بای تیک به قول معروف، یا حتی میتونه داده‌های لیمیت اوردر بوک باشه، داده‌هایی که خیلی در میلی سکند تولید میشن و ما ممکنه در همون میلی سکند چندین مشاهده داشته باشیم. پس ما باید یک بخش رو بذاریم در حوزه کار با داده ها و کار با داده های بزرگ و حالا آلترناتیو، که حالا یه اشاره کوچیکی به اون بحث آلترناتیو بکنم، منظورم این هستش که مثلا الان داره خب خیلی مرسوم میشه ما از داده های سنتیمنت استفاده بکنیم، داده های متنی استفاده بکنیم، داده هایی که ایمیج هستن یا تصویر هستن استفاده بکنیم، بتونیم از سوشیال میدیا، گوگل ترند، از این تیپ داده ها استفاده بکنیم. اینها رو مثلا من در کاتگوری داده های آلترناتیو قرار میدم، داده هایی که مرسوم نبوده در گذشته استفاده بشه ولی الان داره به شدت استفاده میشه و میتونه در اصل سوداوری ایجاد بکنه. پس یک فناوری مرتبط با داده میشه. فناوری دیگه که مطرح هست بحث های پرفورمنس کامپیوتینگ، اینی که ما الان همین اپتیمایزیشن ها و این مسئله که داریم صحبت میکنیم، اگر بخوایم به صورت ابتدایی اینها رو پیاده سازی بکنیم خب زمان خیلی زیادی میبرن، یک سری پروسس های میشه گفتش که پیچیده ای هستن. برای اینکه بتونیم اینها رو سریعتر و افیشنتر انجام بدیم، نیاز هستش که بدونیم به چه صورت از های پرفورمنس کامپیوتینگ استفاده بکنیم، اینی که بتونیم کد هامون رو افیشنتر بنویسیم یا به صورت پارالل بنویسیم یا از فضای جی پی یو یا کلاد استفاده بکنیم. اینها موضوعاتی هستش که تکنولوژی دوم یا فناوری دومی هستش که ما نیاز داریم، مخصوصا اگر بخوایم از روش‌های یادگیری ماشینی و ماشین لرنینگ استفاده بکنیم، خب اهمیت های پرفورمنس کامپیوتینگ بیشتر میشه. یا یکی از جاهای دیگه که این های پرفورمنس کامپیوتینگ باز مهم میشه این هستش که شما به عنوان یک تریدر یا فاند منیجر خب باید بتونید که همزمان اتفاقات خیلی ریل تایم یا در لحظه ای رو برای بازارها یا دارایی مختلف رصد بکنید و بررسی بکنید. ما نمیتونیم به عنوان مثلا شخصی بیایم و از یک پلتفرم به صورت منوال یا دستی بخوایم این کار رو بکنیم. به خاطر همین برای اینکه بتونیم یک اسکرین کاملی از مارکت داشته باشیم به صورت ریل تایم و ببینیم که چه اتفاقاتی رو اسطهای مختلف، سهامهای مختلف و مثلا کوین های مختلف یا کامودیتی های مختلف داره میفته، نیاز داریم که یک اسکرینری رو طراحی بکنیم که بتونه به صورت ریل تایم داده های بازارهای مختلف رو جمع آوری بکنه و تحلیل بکنه. این هم خودش یک فرنگی هستش که هم نیاز به داده داره و هم نیاز به اون های پرفورمنس کامپیوتینگ داره. در این حال تکنولوژی بعدی خب همین بحث هوش مصنوعی هست، یعنی حتی در همون گذشته که ما دانشجو هم بودیم در کس بزنس سکول، وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال میکردیم، یک موضوعی که بررسی میکردیم در از ترکیب تحلیل تکنیکال با روش های هوش مصنوعی بود، اینی که آیا ما مثلا از روش های هوش مصنوعی میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه تحلیل تکنیکال بهینه تر و پرسودتری داشته باشیم یا نه، یا بالعکس بعضی اوقات از تحلیل تکنیکال استفاده میکردیم برای اینکه بتونیم در اون مدل خودمون پیشبینی بهتری داشته باشیم. برای دوستانی که میخوان وارد این حوزه بشن، چیزی که سعی کردم خیلی خلاصه خدمتتون بگم این هستش که نیاز دارن مهارت‌های مختلفی رو یاد بگیرن و اون چیزی که مرسوم هست این هستش که خب یک فرد با تحصیل ممکنه نتونه همه این مهارت‌ها رو کسب بکنه. ما در بازارهای مالی دوستانی داریم که با بک‌گراند مهندسی میان، دوستانی داریم که با بک‌گراند اقتصاد و مالی میان، دوستانی داریم که ممکنه از رشته‌های فیزیک، ریاضی یا این تیپ رشته‌ها بیان. معمولاً در دوره‌هایی با هم که برگزار می‌کنیم، تنوع شرکت کننده‌ها از لحاظ بک‌گراند و اون تجربه در این موضوعات داریم. به خاطر همین معمولاً من سعی می‌کنم که
یک سری پیلارهای به قول ما ستونهایی رو که برای معاملات الگوریتمی هستش، مثل برنامه نویسی، مثل ریاضیات و آمار و بعضی از تئوری های فایننس رو مطمئن بشم که اون حالا دوستانی که میخوان یاد بگیرن یا شرکت کننده ها روی این چهار تا موضوع میتونن به یک حداقل خوبی خودشون رو برسونن. ممکنه دوستانی داشته باشیم که برنامه نویسی رو آشنایی بیشتری داشته باشن، ممکن دوستانی داشته باشیم که با حوزه فایننس و اون مباحث آشناتر باشن، یا دوستانی که روش آماری یا ماشین لرنینگ رو بلد هستن. به خاطر همین اگر فرد بخواد وارد این حوزه بشه و به صورت حالا فردی کار بکنه، تقریبا نیاز هستش که به مرور این مهارت‌ها رو کسب بکنه و همزمان اینها رو استفاده بکنه برای اینی که اون فرایند A to Z رو بتونه طراحی و پیاده سازی بکنه. مطمئنا با توجه به اینکه خب در اون حوزه به مرور تجربهشون بیشتر میشه، آشناییشون با موضوعات پیشرفته تر اون موضوعات بیشتر میشه، خب میتونن به مرور عملکرد خودشون رو بهبود بدن. ولی مهمه که بدونن این مسیری که باید طی بکنن چه قدم هایی رو داره و چه پیش نیاز هایی رو داره. موقعی که اون پیش نیاز ها و قدم ها رو بدونن، عملا دیگه میتونن خودشون رو ارتقا بدن. بسیار عالی. یعنی آقای دکتر، حالا من برداشتم از صحبت های شما این هست که اگر یک فردی مثلا دانشجو یا فارغ التحصیل رشته ریاضی، فیزیک، مهندسی باشه، احتمالاً مشکلی مخصوصا مهندسی کامپیوتر مثلا یا مهندسی نرم افزار مشکل خاصی نباید داشته باشه در این دوره. حالا اگر افرادی باشن مثلا علاقمند باشن، مثلا کار ترید انجام دادن، کار تحلیل تکنیکال انجام دادن، کار برنامه‌نویسی تا امروز انجام ندادن، آیا این افراد میتونن در این کلاس شرکت کنند؟ یا باید یک پیش نیاز، یک پیش زمینه مثلا در برنامه‌نویسی پایتون یا آر داشته باشه؟ خوبی زبان برنامه‌نویسی پایتون این هستش که شاید یادگیریش نسبت به زبان‌های دیگه آسان‌تر باشه و حتی پیاده سازیش رو هم اگر بخوایم در نظر بگیریم نسبت به زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه آسان‌تر هست، ولی در این حال قدرت خیلی بالایی رو هم داره، چون کمپانی‌های بزرگ سعی کردن که برای این زبان برنامه‌نویسی کتابخونه‌ها یا لایبرری‌های رو دیولپ بکنن که خیلی سریع با اتفاقاتی که در حوزه تکنولوژی می‌افته اونها آپدیت میشه و عملاً زبان برنامه‌نویسی پایتون یادگیریش خیلی زمانبر نیست و خیلی نیاز به بک‌گراند خاصی نداره. من معمولاً برای کلاس‌هایی که حالا چه در دانشگاه دارم و چه در خارج از دانشگاه دارم، معمولاً سعی می‌کنم که قبل از شروع کلاس و در حین کلاس در اصل یک دسترسی رو به دانشجوها و شرکت کننده ها به یک پلتفرمی رو بدم که حالا اسمش دیتا کمپ هست، که توی اون پلتفرم این شرکت کننده ها میتونن به صورت اینتراکتیو اون موضوعات رو تمرین بکنن و معمولا کورسای خیلی کوتاه 4-5 ساعته هستش و معمولا برای همچین دوره هایی که یکم به اصطلاح اینتردیسیپلینری هستش و موضوعات مختلف مطرح هست، معمولا 2-3 تا کورس پیش نیاز رو که شاید حدود مثلا 10 ساعت به صورت سلف استادی هست و خود فرد میتونه با نگاه کردن ویدیوهای کوتاه انجام تمرین ها هستش خودش رو آماده بکنه برای کلاس اصلی و در حین کلاس باز چون مباحثی مثل ماشین لرنینگ، تحلیل در از تایم سریز انالیزز و فاینانشال اکانومتریکس یا اختصاص سنجی مالی مطرح میشه، برای هر کدوم از اون موضوعات که خودش میتونه یک موضوع مجزا و گسترده باشه هم مثل حتی تحلیل تکنیکال، سعی میکنم که اون پایه ها و اون کلیت و اون اتفاقاتی که در حال حاضر داره میفته رو توضیح بدم و خب اون شاید بشه گفتش که در با انجام تمرین هایی که ما داریم با برنامه نویسی، با گرفتن دیتا ها و تبدیلش به اون خروجی ها، سعی میکنیم که هم اون مراحل رو تمرین بکنیم و هم اگر ایده‌ای هستش که خود فرد داره با توجه به تجربه‌ای که داره، اون ایده رو در حین کلاس بتونه خودش با کمک من یا به اصطلاح اون ریسورس هایی که داریم تبدیل بکنه به یک استراتژی و خروجی. احسنت بر شما.
واقعیتش رو بخواید ما خودمون همکاران ما در کلینیک اقتصاد خیلی مشتاقم که شما این دوره رو هر چه سریعتر آغاز کنید. با توجه به اینکه شما فرمودید فقط اینجوری نیست که یک دوره آنلاین باشه و تدریس خشک و خالی انجام بشه، شما منابع برای سلف استادی هم در اختیار افراد قرار میدید و همینطور دسترسی به پلتفرم خاص رو شما فراهم میکنید و ارائه میدید و من برداشتم این است که ما تا حالا دوره در این سطح نداشتیم. بیشتر اگر دوره هم بوده خیلی دوره های در واقع بیشتر آموزش زبان پایتون شاید بوده، ولی شما میفرمایید که این آموزش انجام میشه، آشنایی با تحلیل های الگوریتم تریدینگ انجام میشه. حالا من یه سوال از خدمتتون داشتم، آیا بک تست هم آموزش داده میشه در این دوره یا دوره دیگری رو باید بگذرونم؟ این حالا زنجیری که ما در نظر میگیریم برای انجام معاملات الگوریتمی از ابتدا تا انتها قطعا بک تست رو هم شامل میشه. همونطور که عرض کردم هر کدوم از این حلقه های زنجیر برای خودش یک دنیایی رو داره و یک سری به اصطلاح متدها و روش هایی رو داره. قطعا در یک دوره که زمان محدودی داره ما همه موضوعات رو نمی‌رسیم بررسی بکنیم، ولی مطمئنا این زنجیره رو به صورت کامل بررسی می‌کنیم و تمرین می‌کنیم. به خاطر همین بک تستینگ یکی از حلقه های اصلی این زنجیره هست که ما نیاز داریم که هم یاد بگیریم به چه صورت این رو افیشنت انجام بدیم و هم یاد بگیریم که حتی به صورت لایف تستینگ، فوروارد تستینگ و به صورت روباست این رو انجام بدیم. و یه نکته دیگه که وجود داره این هستش که چون معمولا شرکت کننده ها یا دوستانی که علاقمند به معاملات الگوریتمی هستن ممکنه یک علاقه به یک بازار خاصی داشته باشن. مثلا بعضی ممکن در حال حاضر در بازار سهام ایران مشغول باشن، بعضی ممکنه مثلا نیاز داشته باشن که کریپتو رو تحلیل بکنن. من معمولا سعی میکنم بهشون نشون بدم که انجام این مراحل در حالا با استفاده از پلتفرم‌های مرسومی که ما در این حوزه داریم تو مارکت‌های مختلف به چه صورت هست. یه سری شباهت‌های مارکت‌ها با هم دارن، ولی قطعاً هر کدوم از این بازارها ویژگی‌های خاص خودشون رو هم دارن که میتونه یه سری چالش‌هایی رو ایجاد بکنه در زمانی که ما می‌خوایم مدلشون بکنیم و پیش‌بینیشون بکنیم. آقای دکتر، من خاطرم از اون زمانی که حالا من یادم نبود، شما که فرمودید یادم اومد که اون زمانی که من 2003 برگشتم ایران از امریکا و در نیکان کپیتال یا نیکان سرمایه در خدمت شما بودیم، ما حالا من یادم نیست شما این کار انجام دادید یا آقای دکتر راستاد انجام دادن، اما ما اومدیم یک سری در واقع اندیکیتورهای تکنیکال داشتیم، اینها رو با استفاده از نیورال نتورک با هم دیگه ترکیب کردیم و این نیورال نتورک حالا به صورت غیر خطی می اومد یک وزنهایی رو به هر کدوم از این در واقع اندیکیتورها اختصاص میداد. وقتی ما اینو بک تست کردیم 1% بالای شاخص بازدهی داشت. این برای من خیلی ایمپرسیو بود، خیلی ارزشمند بود. حالا چرا؟ برای اینکه اینها حالا نه که هایلی فریکوئنتلی مثلا به صورت مثلا ثانیه‌ای یا دقیقه‌ای مثلا معامله انجام بشه یا ساعتی معامله انجام بشه، ولی این سیگنالی که میدادن مثلا هر 3-4 روز یک بار، یک هفته یک بار در واقع یک معامله انجام میشد. و شما میدونید که بازار ایران شاید گرانترین بازار از نظر هزینه مبادلاتی در دنیا هست که هیچ افتخاری هم نداره دیگه. مسئولین بازار تصمیم گرفتن بازار مثلا هزینه داشته باشه برای کسانی که فعال هستن و ترید میکنن در بازار، علارغم این که اون زمان 2% هزینه یک بار رفت و برگشت بود، یعنی خرید و فروش در بازار بود. با این حال وقتی ما اینو بک تست کردیم روی چند سال دیدیم که 1% بالای شاخص بازم سوددهی داشت. برای همین هست که من خودم خیلی راغب هستم که شما این دوره رو داشته باشید و افراد به صورت علمی بیاموزند. خیلی از افرادی که زده شدن در این بازارها، در بازار کریپتو، در بازار فارکس، به خصوص در بازار بورس، دلیلش این هست که از این ابزارها که استفاده می‌کنند، این ابزارها بالاخره یک سری اپتیمیزیشن نیاز داره، کالیبریشن نیاز داره، اینها رو اصلا مد نظر قرار نمیدن. این مسئله کالیبریشن و اپتیمیزیشن اندیکیتورهای مختلفی که در اختیار داریم آیا در این دوره مطرح میشه یا در دوره دیگری به این مباحث میپردازیم؟ یک نکته که خاطرم هست و خودم در معمولا کلاس ها خیلی بهش تاکید میکنم این هستش که حالا همونطور که فرمودید مثلا شاید یک نیورال نتورک رو
سالهای مثلا همون 823 45 اگر میخواستیم پیاده سازی بکنیم، من خودم مجبور بودم که مثلا برم دانشکده فنی دانشگاه تهران، اونجا یک کامپیوترهای خاصی بود که مثلا باید استفاده میکردیم و شاید خیلی طول میکشید، مثلا 3 روز طول میکشید که این بخواد یک جوابی بده و ما بخواییم یک تغییر رو بدیم. ولی خب نسبت به اون موقع هم الگوریتما خیلی تغییر کردن و پیشرفت کردن، هم اون کامپیوتشنال پاوری که ما از کامپیوترها میتونیم بگیریم یا حتی به صورت آنلاین بگیریم خیلی پیشرفت کرده. یه نکته که خیلی جالب هست و در فرمایش شما هم بود این بودش که خب ما دو گروه تریدر داریم که اینها نتیجه خوب نگرفتن و ممکنه که یه ذره بدبین باشن به مثلا این موضوع. یه گروه افرادی هستن که از بک‌گراند مهندسی و انجینیرینگ و اون به اصطلاح هاردکور ساینس میان، افرادی هستن میگن ما برنامه نویسی بلدیم، ما مثلا روش های آماری رو خیلی خوب بلدیم، روش های اپتیمایزیشن ماشین لرنینگ رو بلد هستیم، حالا بیایم از این استفاده بکنیم تو بازارهای مالی. و موقع که میان استفاده میکنن نتیجه خیلی خوبی نمیگیرن و خیلی مثلا دیساپوینتد میشن که چرا ما نتیجه خوبی نگرفتیم و احساس میکنن که پس مثلا نمیشه این رو استفاده کرد. چیزی که در اونجا مطرحه و حالا ما از لحاظ یه اصطلاحی داریم بهش میگیم توی کامپیوتر ساینس garbage in garbage out، این خیلی مهم نیستش که شما بهترین الگوریتم رو یا روش رو داشته باشید، اگر شما ورودی کم کیفیتی بهش بدید این معجزه نمیکنه و خروجی بخواد با کیفیتی بده. اکثر مقالات یا کارهایی که افرادی که با بک‌گراند های انجینیرینگ یا مهندسی میان و وارد حوزه مالی میشن این مشکل رو داره. مشکل این هستش که در زمان گرفتن داده ها اون پردیکتورها یا ورودی های خوب و مناسب رو نمیدونن چجوری انتخاب بکنن و وارد بکنن. از اون ور موقع که میخوان مدل ها رو ارزیابی بکنن بر اساس روش های اشتباهی ارزیابی میکنن، به خاطر همین نتیجه خیلی خوبی نمیگیرن. و حالا این مسیر رو میشه در جای مختلف بهش ایرادات که وارد هستش رو بررسی کرد و برطرف کرد. گروه دوم از افرادی که نتیجه خوب نمیگیرن افرادی هستن که حالا اقتصاد و فایننس خوندن، احساس میکنن که تئوری های مالی رو آشنا هستن، داده ها متغیرها رو آشنا هستن، حالا میگن ما میریم از یک ابزار یا یک تولزی مثلا ماشین لرنینگ مثل نیورال نتورک استفاده میکنیم و پیش بینی میکنیم. دلیلی که این افراد ممکن هستش نتیجه خوب نگیرن این هست که خروجی روش های ماشین لرنینگ و روش هایی که حالا یکم سافیستیکیتد هست از لحاظ آماری این هستش که وابسته به خیلی از پیچ های تنظیم یا هایپر پارامتر ها هست. صرف اینی که شما مثلا یک نیورال نتورک دارید منجر به این نمیشه که شما بتونید پیش بینی خوب داشته باشید. شما باید بدونید به چه صورت این نیورال نتورک رو دیزاین و طراحی بکنید و معمولا افرادی که در حوزه مالی و اقتصاد هستن به اون سطح از تخصص نمیرسن که بدونن این ابزار نیورال نتورک رو ما به چه صورت، حالا دیپ لرنینگ یا روش دیگر، به چه صورت دیزاین و طراحی بکنیم. یعنی به خاطر همین هستش که من میگم واسه معاملات الگوریتمی و اینی که خروجی نهایی که ازش میگیریم وابسته است به تک تک این حلقه های زنجیر و خیلی مهمه که ما مثلا بدونیم که به چه صورت داده ها رو انتخاب بکنیم، روش ها رو انتخاب بکنیم، ارزیابی بکنیم و از اون خیلی مهمتر که واقعا احساس میکنم جاش خیلی هست که صحبت بشه حتما در این دوره و حالا حتی بشه مثلا دوره دیگه روش طراحی کرد، بحث اکزیکیوشن و اوردر منیجمنت هست. یعنی حتی اگر شما پیشبینی خیلی خوبی داشته باشید، اگر داینامیک بازار رو ندونید به چه صورت داره تغییر میکنه، نقدشوندگی، اوردرهایی که داره هی وارد میشه و خارج میشه ندونید، شما پیشبینی خوبتون منجر به یک معامله سودده نمیشه. چون اصلا ممکنه معامله شما اون زمانی که سیگنال میگیرین این اکزیکیوت یا اجرا نشه یا در اصل منجر به معامله نشه یا نتونید معامله‌ای که حتی در سود هستش رو سریع عکس العمل نشون بدید و به زمان مناسب ازش خارج بشید. پس بحث اوردر اکزیکیوشن و اوردر منیجمنت هم خیلی مهمه و باز به نظرم میشه گفتش که لزومند گرفتن سیگنال خوب یا پیشبینی خوب اگر این بحث اوردر منیجمنت نباشه ممکنه منجر به زیان بشه. ما در این دوره‌ای که در خدمت کلینیک اقتصاد هستیم سعی می‌کنیم رو این حلقه های زنجیر رو اون پایه‌هایی که داره صحبت بکنیم.
تا جایی که زمان به ما اجازه بده و خب سرعت کلاس هم مهم هستش، چون قاعدتا میخوایم که همه شرکت کننده ها بتونن استفاده بکنن و بتونن مفاهیم رو آشنا بشن، تا جایی که سرعت کلاس و زمان به ما اجازه بده سعی میکنیم که رو هر کدوم از حلقه‌های زنجیر مثال‌هایی رو ببینیم و روش‌هایی رو ببینیم. ولی واقعیتش همونطوری که عرض کردم هر کدوم از این بخش‌ها شبیه تحلیل تکنیکال، شبیه ماشین لرنینگ، شبیه Financial Time Series Analysis، بحث Backtesting و Optimization، بحث Pre-Processing Data، خود Data Mining و Pre-Processing Data، هر کدوم از اینها واقعا میتونه کورس‌های جداگانه‌ای باشه که عمیق‌تر بیایم و مثلا روش بررسی بکنیم. حالا همونطور که عرض کردم من با توجه به مثلا تجربه دوره‌های گذشته سعی کردم که اون مثال‌ها و مواردی که اشاره میشه اون موضوعات اصلی باشه، ولی خب اگر فردی علاقمند باشه یا در اصل تخصص بیشتری داشته باشه برای هر کدوم از بخشهاش میشه تا خیلی فراتر رفت و موضوعات جالبتری رو هم بررسی کرد. آقای دکتر، من نمیدونم شما چقدر با مباحث کلینیک اقتصاد آشنا هستید. من این کلینیک اقتصاد که 3 سال پیش به وجود آوردم به دلیل این بود که بعد از سالهای برگشتم به ایران و واقعا برای من تأسف داشت که ضعف دانشی که در زمینه اقتصاد و مباحث مالی و مدیریتی داریم تا چه حد گسترده است، تا چه حد عمیقه. کتاب‌های 50 سال پیش به عنوان منابع دوره دکترا مثلا در زمینه اقتصاد کلام، اقتصاد خرد تدریس می‌شد. یکی از کارهایی که بنده انجام دادم این بود که آخرین منابع، بروزترین منابع رو به طور کامل، به طور جامع تدریس کردم. پس ببینید یکی از اهداف ما در کلینیک اقتصاد این هست که دوره‌ها رو که برگزار می‌کنیم، دوره‌ها جامع و مانع و بروز باشن. و در این زمینه من فکر نمی‌کنم تعداد ایرانیایی که در دنیا داریم که در سطح شما تخصص دارن زیاد باشه. فکر می‌کنم خیلی خیلی محدود و محدود هستن. بنابراین توصیه می‌کنم به افراد اگر می‌خواید در این دوره شرکت کنید قدر بدانید. میشه مثلا در دوره به زبان انگلیسی شرکت کرد، ولی خیلی وقتا حتی افرادی که زبانشون خوب هست اگر در محیط حضور نداشته باشن، اگر سالها نبوده باشن، احتمال اینکه از دوره برداشت کافی نداشته باشن و حتی سوء تفاهم به وجود بیاد خیلی زیاده. برای همین هست که افراد اول به من میگفتن چه لزومی داره که دوره‌ای که مثلا کتابی که در دانشگاه هاروارد و MIT داره تدریس میشه رو به طور کامل به زبان فارسی تدریس میکنی. دلیلش این بود که باید این علم به صورت کامل منتقل بشه. من خودم بنا دارم که این کلینیک اقتصاد رو به صورت مکتب پیش ببرم. یعنی چی مکتب؟ یعنی که خودم تا اونجایی که آموزش دیدم و تا اونجایی که در بازارهای جهانی حضور داشتم، هر چه که بلد هستم و هر چه که آموختم و تجربه کردم در اختیار مخاطب فارسی زبان قرار میدم. یکی از افتخارات بنده این هست که وقتی که پیامی دریافت میکنم از کشور همسایمون افغانستان خیلی خوشحال میشم، از کشورهای دیگه، از ایرانیان خارج از کشور وقتی پیامی دریافت میکنم که زندگیشون رو تونستم تغییر بدم، که سطح آگاهی رو تونستم بالا ببرم، که باعث سوداوری این عزیزان شدم در بازارهای مالی، واقعا به خودم میبالم. درست است که بازار اصلی ما ایرانیان داخل ایران هستند، ولی خب تر از این هست مخاطبان ما. بنابراین ما در کلینیک اقتصاد تمام قد در خدمت شما هستیم. این دوره رو حالا فعلا خدمت شما هستیم. البته دوستانی که در لایف حضور دارن حالا شاید نباید بگم، چون داریم به این نحوی تقلب میرسونیم، ما یک تخفیف ویژه در نظر گرفتیم برای تعدادی از دوستانی که اول حضور پیدا میکنند. پس بنابراین اگر قرار هست که در این دوره شرکت کنید، حتما سریعتر ثبت نام کنید که از این تخفیف ویژه برخوردار بشید. ما در کلینیک اقتصاد آقای دکتر حبیب نیا تمام قد در خدمت شما هستیم. مکتب حبیب نیا رو انشالله انتقال بدید، نه یک دوره، امیدوارم که دوره‌های متعدد شما برگزار کنید. من میدونم که شما دوره‌هایی که در زمینه مثلا دیپ لرنینگ شما دیدید، نمیدونم آیا چند نفر مثلا چند تا ایرانی بودند که مثلا این دوره‌ها رو گذرانده باشند و دیده باشند، و مخصوصا که شما تجربه دارید. یک نکته نقضی شما گفتید، حالا من اون زمان نخواستم بگم، یک روزی ما رو دعوت کردن به بورس فلزات. من یک در واقع دانشجو بودم که از خارج از کشور اومده بودم ایران. ذکر خیلی هم بکنم آقای دکتر مسعود درخشان که شاید قبلا خیلی شناخته شده نبودم، ولی اخیرا در یک مناظری حضور پیدا کردم در تلویزیون، خیلی شناخته شده. در اون مناظره اصلا مشخص نشد که این آقای دکتر پروفسور درخشان چقدر تجربه وسیع در زمینه بازارها و مدیریت ریسک دارن.
از آقای دکتر درخشان خواسته بودن که در بورس فلزات که الان تبدیل شده به بورس کالا مبحث فیوچرز رو مطرح کنه. ایشون هم محبت داشتن، گفته بودن که فلانی مستحق هست که اینها رو بیاد برای شما مطرح کنه. ما رفتیم در بورس فلزات برای اینها یک سری دوره گذاشتیم. یکی از افرادی که در بورس فلزات حضور داشت و واقعا هم فرد قابلی بود، ایشون قبلا در المی لندن کار میکرد. از من در یکی از جلسات سوال کردن، گفتن که به نظر شما ما کدام کامودیتی رو اول بیاریم و آتی رو روی این کامودیتی آزمایش کنیم. خودشون میخواستن روی مفتول مس فکر میکنم این کار رو انجام بدن. بنده عرض کردم دوتا، یکی سکه بهار آزادی، دیگری ریبار یعنی میله گرد. بعد این بنده خدا زد زیر خنده، گفت اصلا میله گرد در دنیا اصلا در پیش بورسی حضور نداره و آتی ها روی میله گرد تعریف نشده. من گفتم تعریف خواهد شد. شما در این مسابقه امروز اشاره کردید که شما خودتون معاملاتی که انجام میدادید در سال فکر کنم 2010-2011 بوده، معاملاتی که انجام میدادید دقیقا بعد از اینتروداکشن یا بعد از ارائه آتی ها و ورود در واقع استیل یا فولاد به بازار المی بوده. برحال اینا رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید، من خدمت عزیزان، خدمت دوستانی که میخوان در این بازارها موفق باشن، در علم اقتصاد میخوان موفق باشن یا در بازارهای مالی میخوان موفق باشن، اکیداً توصیه میکنم اولا از افرادی بیاموزید که تجربه گسترده دارن. فقط اینجوری نباشه که بک‌گراند اکادمیک داشته باشن یا فقط اینجوری نباشه که در بازار بوده باشن. مولتی دیسیپلینری خیلی مهم هست. آقای دکتر حبیب نیا مثلا در تهران در لیسانس و فوق لیسانس که در ایران بودن، رشتهتون اقتصاد بود دیگه آقای دکتر، فوق لیسانس هم اقتصاد بودید شما. بعد تشریف بردن در کسب بزنس اسکول، در همین زمینه که الان تدریس میکنن ایشون دوره دیدن. درسته کوانتیتی فایننسی که شما اونجا خوندید، الگوریتمیک تریدینگ هم داخل کوانتیتی فایننس بود یا نه آقای دکتر؟ سه تا گرایش بودش که از این 12 تا گرایشی که برای فایننس تعریف شده بود، این مباحث مطرح می‌شد. یکی کوانتیتیتی فایننس بود، یکی ماتماتیکال فایننس بود، یکی فایننس اند تریدینگ بود، که حالا فرق این ستا رشته با هم توی یک درس بودش. یعنی مثلا ما فاینانشال اکونومتریکس رو بیشتر داشتیم، دوستانی که ماتماتیکال فایننس بودن استوکاستیک کالکولس و ریاضیات تصادفی رو بیشتر داشتن، دوستانی که توی ترید بودن یکم عمق مباحث مثلا ریاضی و آمار برشون کمتر بود، ولی مثلا برنامه نویسی توش بیشتر، مثلا سی پلاس پلاس یا زبانهایی که یه ذره به اصطلاح میتونه که های لول تر اون یا افیشنت تر اون کد ها رو پیاده سازی بکنه داشتن. ولی توی اون کلکیوم درسی ما در اصل این بودش که ما بتونیم معاملات الگوریتمی رو هم طراحی و در هر مرحلهش اپتیمایزیشن هایی که لازم هستش رو انجام بدیم. حالا من خبر خوبی که برای دوستانی که به این دوره میپیوندند، خبر خوب دیگری که دارم این هست که ما اخیراً توانستیم با همکاری ترجمان مؤسسه آموزش‌های ترجمان علوم دوره MBA بازارهای مالی رو که بنا داریم که CFA track هم باشه، ما اجازه این رو گرفتیم. تا الان خود من یه چیز حدود 370-80 ساعت آموزش رو ارائه دادم. دوره‌های که آقای دکتر حبیب نیا ارائه میدند، مخصوصا همین دوره الگو تریدینگی که زحمت میکشن و ارائه میدند، این جزء کریکلم یا جزء دروس مورد پذیرش MBA ما هم خواهد بود. یعنی شما اگر که این دوره رو گذراندید، میتوانید مدرک مجزای الگو تریدینگ رو از کلینیک اقتصاد با همکاری ترجمان علوم دریافت کنید. علاوه بر این بخشی از دوره MBA هم میتونه باشه. یعنی سعی کردیم که فرد وقتی در این دوره شرکت میکنه خیالش راحت باشه که حد اکثر انتفاع رو از دوره میبره. هم مدرک معتبر در اختیار شما قرار میدیم، هم بخشی از یک دوره آکادمیک خوب هست که من فکر نمیکنم تا امروز در ایران هیچ دوره MBA CFA track متاسفانه نداشتیم و این اولین بار است که داره اجرا میشه. همین که مطالبی که آقای دکتر حبیب نیا دارن ارائه میدن از اج علم هست، یعنی از اون مرز علم ایشون حضور دارن، در دانشگاه بسیار معتبری عضو هیئت علمی هستن، از دانشگاه بسیار بسیار معتبری ایشون فارغ التحصیل شدن و حضور داشتن. و جالب اینجاست من خودم شهادت میدم، چون من در لندن که اومدم خدمت شما در LSE
و خیلی هم شما زحمت دادیم، ولی اونجا شما هم در دانشکده استاتستیکس بودید، هم در دانشکده آمار بودید، هم ارتباط ویژه داشتید با مرکز ریسک اونجا و هم با دانشکده فایننس ارتباط داشتید و این واقعا تجربه ارزشمندی هست. خیلی خوشحالم، خیلی سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو قبول کردید. امیدوارم که دوستان هم راضی باشند. آی دکتر، من اگر اجازه میفرمایید یک لایو دیگری ما در خدمت شما باشیم، حالا هر روزی اگر ممکن هست، مثلا هفته آینده یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه اگر صلاح دونستید، ما با اجازهتون شروع دوره رو گذاشتیم از چهارشنبه هفته آینده که تعداد بیشتری از افراد آشنا بشن و اینجوری نباشه که خبر به افراد نرسیده باشه. ما معمولا اگر نقصی داریم در کلینیک اقتصاد در همین آگاهی رسانی هست. ما حدود 4000 نفر جز ایمیل لیست ما هستن در کلینیک اقتصاد و یک چیز حدود 120,000 نفر فالووری داریم که در مجموعه هستن که سعی میکنیم اطلاع برسونیم، یعنی سعی میکنیم افراد مطلع باشن، ولی همواره خیلی ها به من میگن که مطلع نشدن از آغاز یک دوره. آیا برای شما ممکن است هفته بعد یک لایو دیگر داشته باشیم؟ بایش میگم اتفاقا خود من میخواستم پیشنهاد بدم، حالا نمیدونم امروز چقدر فرصتش هست یا در یک فرصت دیگه، اگر دوستان سوالاتی دارن یا مثلا چیزی هست که دوست دارن مطرح بکنن یا بپرسن، خوشحال میشم که بتونم به ابهامات یا سوالاتم جواب بدم. ای دکتر، 10 تا سوال یا 11 تا سوال پرسیدند، خیلی سریع ما ازش رد میشیم. یکیشون این بوده، میگن که میدونیم چی میفرمایید ولی نمیفهمیم. خب همینه، یعنی میخوایم آموزش بدیم این مباحث، اگر این ترم هایی که برای شما پیچیده هست وقتی این دوره رو بگذرونید همه اینها در واقع تعریف خواهد شد، ارتباطاتشون با هم دیگه و مشخص خواهد شد. ولی آقای دکتر قبل از اینکه وارد کلاس بشوند ممکن است ریفرنسی معرفی کنید؟ بالاخره یک دستگرمی برای دوستان باشه. درست. ببینید من حالا همونطور که عرض کردم، اگر ما بتونیم یه فاصله از ثبت نام تا شروع کلاس داشته باشیم، من در اصل میتونم توی اون پلتفرمی که خدمتتون عرض کردم در اصل 2 یا 3 تا کورس رو اساین بکنم و برای پیش نیاز در اختیار دوستان بذارم، که مثلا البته خب کورس ها به زبان انگلیسی هستش در اون پلتفرم، ولی در اصل اگر حالا لازم باشه مثلا شاید بشه که معادل فارسیش رو هم پیشنهاد داد، ولی پیشنهاد من این هستش که قبل از شروع کلاس در داخل اون پلتفرم من یه ترکی رو تعریف بکنم که پیش نیازها اونجا در قالب مثلا 2 یا 3 کورس آنلاین و به صورت حالا سلف استادی دوستان اونها رو مطالعه بکنم و تکمیل بکنم و بعد وارد کلاس بشیم. حالا احتمالاً یکیش راجع به برنامه‌نویسی پایتون هست، یکیش راجع به اون بحثای اولیه فایننس هستش و یکی هم رو بحثایی که یه ذره مرتبط با تحلیل سریای زمانی هست. ماشاءالله، بسیار عالی. سای دکتر خیلی سپاسگزارم از شما. البته ما کلاس ها رو که تشکیل میدیم بلافاصله گروه تلگرامی به وجود میاریم. گروه تلگرامی هم فولدرهای مختلف داره و اگر زحمتی نیست این رو شما بنویسید و در گروه تلگرامی قرار بدید، ما این رو پین میکنیم که افراد در جریان باشن که قبل از کلاس هم اگر خواستن زودتر یک آمادگی پیدا کنند فراهم باشه. البته خدمت شما عرض کنم ما بعد از سالها آقای دکتر حبیبی به هم رسیدیم. اگه خاطرتون باشه سال 2005 در 2004 بود یا 2005 بود که من اولین بار درس مدیریت ریسک در ایران آغاز کردم در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و شما افتخار داشتم شما حضور داشتید و الان بعد از این سال شما که الان زحمت این دوره رو میکشید، من در تابستون هم احتمالاً دوره مدیریت ریسک رو آغاز خواهم کرد و این همزمانی رو مغتنم میشمارم و خوشحالم از این همزمانی. آقای دکتر یه سوالی مطرح کردن، من یه جور دیگه اینو مطرح میکنم. گفتن که دکتر هم اکنون هم دوره تحلیل تکنیکال رو تدریس دارند، منظور شما هستید. آقای دکتر منو من یه جوری مطرح کنم، آیا ممکن هست تحلیل تکنیکال هم بعداً در کلینیک اقتصاد را بدید؟ من اصلا یکی از دلایلی که تحلیل تکنیکال رو تدریسش رو متوقف کردم این بود که به قول معروف میگم رسالت خودم رو انجام دادم و اون موقع خب همین علاقمند بودم که اگر میخوام وقتی بذارم برای تدریس مثلا رو همین آموزش شبکه‌های عصبی برای مالی یا بحث پورتفولیو منیجمنت، چون احساس میکردم یکی از کانسپت‌هایی که تو ایران تو کارگزاری یا در نظر گرفته نمیشه بحث مرتبط با پورتفولیو منیجمنت هستش و این کانستراکشن پورتفولیو و اون موضوع، به خاطر همین
در اون زمان دلیلی که تحلیل تکنیکال رو متوقف کردم یکی این بود که احساس میکردم یه عده خوبی آشنا شدن، دوستان دیگه برای تدریس وارد شده بودن و احساس میکردم که زمانم رو بذارم برای تدریسی که مرتبط با موضوعات جدیدتر هست. در دوره معاملات الگوریتمی ما به تحلیل تکنیکال اشاره میکنیم و سعی میکنیم که در اصل یکی از پارادایم ها و استراتژی هایی که داریم بررسی میکنیم تحلیل تکنیکال باشه، ولی خب واقعیتش برای تحلیل تکنیکال میشه دوره مجزایی رو طراحی کرد که عملا برای هر کدوم از اون بخش هایی که حالا عرض کردم، چه مرتبط با ایندیکیتور ها، چه اسکرینر، چه مرتبط با پارادایم ها و چارت هایی که پترن هایی که در چارت ها هست و تئوری های جدیدتری که مطرح شده، ما بتونیم دوره مجزایی رو داشته باشیم. حالا اگر فرصتی باشه و به قول معروف من خوشحال میشم، اگر تقاضا باشه و فرصت باشه حتما خوشحال میشم که در اون زمینه هم کار بکنیم. آقای دکتر، ما اینو به عنوان تعهد و قول از شما میگیریم، المرء اذا وعد وفا. این در گلستان سعدی هست که وقتی که از سعدی خواستن که این در واقع گلستان رو بنویسد و ایشون گفت من میتونم به گلستانی بنویسم که دائمی باشه، و اون دوست سعدی گفت که مرد وقتی که وعده میکنه وفا میکنه. و عجیب اینجاست، این گلستان سعدی به این بزرگی شاید براتون جالب باشه که میگه که من در اردیبهشت ماه جلالی این اتفاق افتاد و هنوز این شرایط بهار ادامه داشت که من گلستان سعدی رو تموم کردم. یعنی در عرض شاید مثلا یک ماه دو ماه کل این کتاب به این ارزندگی رو نوشته. حالا ما انتظار داریم از شما یه گلستانی انشالله برای ما داشته باشید. اینجا خیلی سپاسگزارم از پاسخی که دادید. گفتن که بله. یک سوال دیگه مطرح کردن، آیا دیتاهای مورد نیاز در دسترس هستند یا باید هزینه به خصوصی پرداخت بشه برای آنها؟ یعنی پلتفرمی که شما فرمودید. ما خب با داده های مختلفی کار میکنیم، حتی یاد میگیریم چطور داده ها رو خودمون از وبسایت ها بخونیم و وارد نرم افزار بکنیم. بعضی از این داده ها از API بروکر ها میاد که حالا اگر بروکر داخل ایران باشه قاعدتا به ما مثلا اکسس میده به API خودش و مثلا ما از اون طریق میگیریم. اگر مرتبط با بازارهای دیگه باشه، باز خیلی از این بروکر ها برای پلتفرماشون API دارن که ما به اونها وصل میشیم و داده ها رو میگیریم. بخشی از داده رو از روی صفحات وب اسکراب میکنیم یا میخونیم و وارد مدل میکنیم. بعضی از داده ها ممکنه یکم داده های مکرو تر باشن، اگر داده هایی باشه که احساس بکنیم این داده ها باید در اصل حالا به مدل ما کمک میکنه، معمولا اینها رو به صورت باز اتوماتیک وارد میکنیم بدون که بخوایم هزینه بدیم. داده هایی که معمولا هزینه بر هست، یکی داده های لیمیت اوردر بوک هست. اگر بخوایم که مثلا داده های صفحه خرید و فروش رو با عمق بالاتری داشته باشیم یا به صورت مثلا کاملتری داشته باشیم هست، که خب برای لیمیت اوردر بوک روش ها و متد های خاص خودش رو هم داره که احتمالا اشاره میکنیم، ولی خب کامل نمیرسیم که همه اونا رو بررسی بکنیم. ولی داده های تیک بای تیک هم معمولا داده هایی هستش که گرونتر هست. من معمولا اگر دوستان علاقمند به بازار سهام ایران باشن، بهشون آموزش میدم که چطور داده های تیک بای تیک رو خودشون ایجاد بکنن. البته مثلا شاید سال 2017 که اولین بار تدریس میکردم، خیلی در حوزه مثلا بحث داده و بحث استفاده از پایتون در بورس ایران ما چیزی نداشتیم و خب اون from scratch به قول معروف از پایه اینها رو می نوشتیم. ولی خب الان مثلا کتابخونه هایی دیولپ شده که باز میشه ازشون استفاده کرد برای بورس ایران. ولی داده هایی که داریم داده هایی نیستش که نیاز به ممبرشیپ داشته باشه و میتونیم که به صورت رایگان دریافت بکنیم. آی دکتر، من قدر اینها رو میدونم. وقتی میگیم کلاس کاربردیه، همین دیتا گذرینگ و اکسس به دیتا و اینها خیلی خیلی مطالب مهمیه. این نوع دوره ها وقتی به صورت آکادمیک صرف داره برگزار میشه، به این مباحث شاید خیلی پرداخته نمیشه و این تفاوت دوره هست. یعنی همین الان هم بالاخره الگو تریدینگ در ایران داره تدریس میشه، ولی حالا دوستان میبینن که در عمل، من چون دیدم قبلا شما تدریس شما رو، شما دلسوز دانشجو هستید و سعی میکنید که واقعا علم کاربردی رو انتقال بدید. بازگذارم از شما، بریم سراغ سوال بعدی.
یکی سوالی هم گفتن که بچه‌ها کلینیک اقتصاد میتونن تخفیف دریافت کنن. ببینید، ما یه سری در واقع ارلی برد گذاشتیم و یک سری تخفیف برای دوستان کلینیک اقتصاد گذاشتیم. من شرمنده همه عزیزان هستم، خیلی مدتش محدوده. اگر خواستید از این چیزا استفاده کنید، چون آقای دکتر یه چیزی که ما در مورد دوستان خودمون بچه های کلینیک اقتصاد من میدونم، ما دوره داشتیم مثلا تا روز برگزاری دوره مثلا 20 نفر اومدن ثبت نام کردن. روزی که یعنی شب که ما اومدیم کلاس رو تشکیل بدیم، اینطور دیدیم 200 نفر سر کلاس هم، یعنی ساعت آخر، ثانیه آخر دوستان میان ثبت نام میکنن. دوستان عزیز، مدت محدود ما تخفیف ویژه خدمت شما عزیزان ارائه میدیم، به خصوص عزیزانی که در لایو اومدن. متاسفانه دوستانی که در لایو بعدی شرکت میکنن و در این لایو حضور ندارند، احتمالاً از تخفیف برخوردار نخواهند شد. ولی شما عزیزان اگر میخواید خیلی سریعتر وارد وبسایت بشید، از چیز استفاده کنید، در گروه های کلینیک اقتصاد هم که تخفیف رو میگذاریم. بسیار خوب. گفتم میشه لطفا کتاب های مطرح و منبع حوزه هوش مصنوعی رو که تو دانشگاه معتبر تدریس میشن رو بفرمایید؟ آیا الان برای خود مبحث یادگیری ماشینی در عصر، یا برای هر کدوم از این موضوعاتی که ما بررسی میکنیم، حالا اگر بخوام به دوستان بگم، اون متریال یا چیزی که من با دوستان به اشتراک میذارم، معمولا برای هر موضوع یک نوتبوک پایتون هستش که این نوتبوک هم مباحث تئوری رو شامل میشه، هم کدهایی که ما مثلا به صورت تمرین داریم، و معمولا در ابتدای این نوتبوک ها یک سری رفرنس یا منبع رو برای مطالعه بیشتر معرفی میکنم. توی بحث هوش مصنوعی، چون یکی از موضوعاتی هستش که من الان چندین سال هستش که بحث مثلا ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ رو تدریس میکنم، در اصل میتونم شاید تا حدی باز اون محتویاتی که خودم تولید کردم رو با دوستان به اشتراک بذارم، ولی خب کتاب هایی هم که در این زمینه مطرح هست یا بعضی از ریسورس های آنلاینی که کمک میکنه رو هم حتما معرفی میکنم. بسته به اینی که چقدر فرد علاقه‌مند هست، معمولا بعضی از این کتاب ها اون ریاضیات و آمار رو بهتر داره توضیح میده، بعضی ها خیلی کاربردی تر و عملی تر هست. در این حال اون اکانتی هم که خدمتتون عرض کردم که در دیتا کم میدیم، این تا 6 ماه دوستان میتونن ازش استفاده بکنن و کورس های خیلی متعددی برای حوزه هوش مصنوعی در این سایت هم موجود هستش. بسیار عالی. یعنی دسترسی به سری از کد ها رو پیدا میکنن دوستان، میتونن همون کد ها رو استفاده کنن مثلا در بازار ایران، اصلا این کد ها استفاده کنن برای تریدینگ. خوب، خیلی عالی شد، دست شما درد نکنه. خیلی واقعا شما جنراسیتی شما خیلی ارزشمنده، این در واقع بخششی که دارید، خیلی سپاسگزارم. خب بریم بعدی. گفتن که آموزش از صفر انجام میشه. ما ببینید آقای دکتر، معمولا در کلینیک حساب همه آموزشمون از صفر، یعنی من 129 ساعت دوره اقتصاد کلان داشتم، در حدی که ادعا میکنم هیچ استاد اقتصاد کلانی در ایران تمامی این 129 ساعت رو نمیتونه. این ادعای بنده است، شاید اشتباه میکنه، ولی از خودشون بپرسید. ولی از صفر صفر شروع کردم. حالا برای این دوره معاملات الگوریتمی چطور است؟ یکی از چالش هایی که به قول معروف ما استادا همیشه باش، شاید همه استادان اولی مرتبط با اون کورس باش مرتبط برخورد میکنیم، همین هست. من مثلا فرض بکنید یکی از کورس هایی که در دانشگاه درس میدم، شاید ما از 7 دپارتمان مختلف دانشجو در شرکت میکنن، از 7 رشته مختلف، و توی دورهایی هم که مثلا کاربردی هستش مثل همین معاملات الگوریتمی، صفر شرکت کننده با هم یه ذره فرق میکنه و ممکنه مثلا بعضی از، به خاطر اینکه جو کلاس هم برای دوستانی که شاید بک‌گراند کمتری دارن آموزنده باشه و احساس بکنن که میتونن موضوعات رو پیگیری بکنن و عقب نمونن، و هم برای اون دوستانی که یکم آشنایی بیشتری دارن خیلی کسل کننده نباشه. ایده‌ای که من داشتم همین بود که ما بتونیم در اصل قبل از شروع کلاس یک سلف استادی و یا پریکویزیتای رو یا پیش نیازهایی رو به دوستان بدیم که موقعی که کلاس تشکیل میشه یک ذهنیت اولیه داشته باشن. ولی من معمولاً سعی میکنم که اگر درخواستی باشه مبنی بر اینکه مثلا رو این موضوع خاص من بک‌گراندی ندارم یا شناختم کمتر هست یا موضوعات دیگه، در حدی که زمان کلاس اجازه میده در
موقعی که کلاس زمان کلاس هست توضیح بدم، اگر احساس بکنم که مثلا اون موضوع شاید برای مثلا تعداد کمی از شرکت کننده ها مطرح باشه، ممکنه که اون رو در اصل خارج از اون زمان کلاس براشون منابع رو بذارم که وقت کلاس یا کسل کننده نشه برای بقیه دوستان. بسیار جالب. یعنی شما سعی می‌کنید منابع بنزه کافی در اختیار افراد قرار بدید که افراد مختلف در سطوح مختلف بتونن از کلاس بهره مند بشن. دوستان عزیز کلینیک اقتصاد و سایر دوستان دقت داشته باشید که این کلاس که شرکت می‌کنید به چند هفته وقت اختصاص بدید که بهره‌گیری کامل رو از کلاس داشته باشید، خارج از کلاس هم تمرین بفرمایید. بسیار خوب. یک سوال من اگر اجازه بفرمایید، گفتن برای بچهای کلینیک اقتصاد کد تخفیف، بله باشه باشه. دوستان کلینیک، همکاران ما در کلینیک اقتصاد زحمت بکشید یک کد تخفیف محدود 40% رو لطفاً الان روی وبسایت بگذارید، دوستان بتونن شرکت کنن. در گروه های کلینیک اقتصاد هم کد تخفیف خاص کلینیک اقتصاد رو لطفاً اشتراک بگذارید. سپاسگزارم. خب گفتن که با سلام ممکنه، خب گفتن با سلام ممکنه بفرمایید که آیا فاکتورهای محیطی و سیاسی کشور در تحلیل داده ها در نظر گرفته می شود؟ به به، آقای زرین قلم، آقای دکتر حبیب نیا، آقای زرین قلم هم که همسایه شما هستن، در کانادا هستن، این سوال مطرح فرمودن. خیلی خوش آمدید آقای زرین قلم. بله بفرمایید. ببینید، یک واقعیتی که وجود داره این هستش که ما میتونیم فاکتورهای یکم مکرو و فاکتورهای اقتصادی که احساس میکنیم نمایانگر وضعیت سیاسی هستش رو هم در مدل‌های خودمون بگنجونیم، ولی در معاملات الگوریتمی چیزی که بیشتر روش تمرکز میشه این هستش که همه این اخبارهایی که داره میاد یا اتفاقات یا اون الگوهایی که ناشی از ممکن هستش مثلا اتفاقات سیاسی باشه، سریع‌ترین شکل خودش رو در داده‌ها نشون میده و اصلا حالا در به صورت استاندارد مثلا معاملات الگوریتمی خیلی وقتا معادل با های فریکونسی تریدینگ میشه، که در های فریکونسی تریدینگ ما هدفمون این هستش که یک معامله رو به قول معروف میگیم های والیوم لو لیتنسی، یعنی مثلا با حجم خیلی بالا ولی در زمان خیلی کوتاه باز بکنیم و ببندیم، که در اصل بتونیم از یک گین مشخصی در یه زمان کوچیک بهره مند بشیم. ولی خب این مستلزم این هستش که مثلا اون قابلیت دی تریدینگ رو بتونیم داشته باشیم و اون ترانزکشن کاستایی هم که وجود داره مانعی برای این تیپ معاملات نباشه. ولی به صورت خیلی کلی در مدل‌هایی که حالا هدفشون یا پیش بینی هست یا هدفشون تریس کردن مارکت هست، ما ایندیکیتورهایی داریم که میتونن معرف اون محدودیت های شرایط سیاسی باشن. یا حالا یک موضوع دیگه که بهش مرتبط هست بحث انومالی دتکشن ها هست. مثلا شما فرض بکنید اگر در بازار ایران دارید معامله میکنید، ممکنه که به یک پترنی برسید که مثلا در ماه مبارک رمضان ممکنه که یک اتفاقاتی بیفته نزدیک به مثلا یک سری، باز مثلا تاریخ های مشخص ممکنه که یک سری اتفاقاتی بیفته. این تیپ کلندر افکت ها و مثلا موضوعات ممکنه که مارکت به مارکت یا برای بعضی از مثلا لوکیشن ها تغییر بکنه و تاثیر بذاره. تا جایی که بشه اشاره میکنیم و حالا اگر دوستانی که شرکت میکنن در دوره به قول معروف با یک سری سوالاتی در ذهنشون اومده باشن یا تجربه داشته باشن، تا جایی که دانشم اجازه بده و زمان کلاس، من سعی میکنم که جواب بدم و یا حداقل منابعی رو که مرتبط هستش به دوستان معرفی بکنم. بسیار عالی سوال دکتر، خیلی سپاسگزارم از این مطلبی که در مورد مارکت انومالیز مطرح کردید که واقعا در دنیا اینطوری عمل میشه. یعنی اگر که برداشتشون این هست که مثلا ماه ژانویه ممکنه که در واقع اوت پرفورم مثلا بازار بهتر پاسخ بده، یا مثلا روز دوشنبه که از آغاز بازار هست ممکنه مثلا ریترن متفاوت باشه، یا روز جمعه، اینها رو میان بک تست انجام میدن و یک مجموعه میشه از مارکت انالیز و روی این در واقع ترید انجام میشه. ما در دپارتمان فایننس هم که بودیم در همین دانشگاه ویرجینیا تک که شما تشریف دارید، این مباحث رو خیلی من خاطرم از دوست اساتید ما خیلی روی مسائل اشاره می‌کردن. سپاسگزارم. من یک سوال دیگر رو فقط آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید، می‌دونم شما قرار بود در جای دیگری هم حضور داشته باشید، وقتتون خیلی ضیق بود. آقای دکتر، آقای رجبی عزیز، واقعا که از
افراد سرشناس بازار هستن محبت کردن اینجا در لایف حضور پیدا کردن، فکر نمی کردم حضور پیدا کنم، چون در قبل از لایف با شما ما خدمت آقای مهدی رجبی بودیم. حالا سوال فرمودن دوری نوشتن دکتر ببخشید آقای رجبی چند سال هست که در زمینه الگو تریدینگ فعالیت میکنن، تیم دارن؟ حالا اینجوری سوال کردن گفتن دکتر ببخشید برای کسی که 4 سال تو بازار مالیه و ده ها سال کد نویسه و 15 الگوریتم طراحی کرده ولی میخواد چیزهای بیشتر هم برای بازارهای سهامی و غیره هم یاد بگیره مناسب است؟ ببین من حالا اون ادعایی که دارم این هستش که رو بعضی از موضوعاتی که ممکنه تاکید بکنم یا مثلا تو نه لزوما کل دوره، ولی رو مثلا بعضی از جاهایی که مرتبط با همین بک تستینگ اگزیکیوشن یا مرتبط با ماشین لرنینگ که هستش، فکر میکنم که موضوعاتی که مطرح میکنیم خیلی نو هست و یعنی موضوعاتی هستش که همینجا خیلی به قول معروف از این سوالات 1 میلیون دلاری هستش به قول معروف. و دوستانی که تجربه کار تو این زمینه رو دارن اتفاقا حضورشون میتونه هم برای کل دوره مفید باشه و هم برای خودشون، از این لحاظ که رفتن این مسیر رو و یک جاهایی ممکنه که به مشکل خوردن یا یک ایده هایی دارن، یک سوالاتی دارن و اون سوالات رو وقتی مطرح میکنن، باز عرض کردم ممکنه که در فضای کلاس بتونن بعضیش رو جواب بدن، بعضیش هم ممکن هستش که در خارج از فضای کلاس بتونم در اختیارشون منابع بذارم و پاسخ بدم. فکر میکنم بعضی از مباحثی که مطرح میکنم خیلی ادوانس و خیلی اینوویتیو هستش و خیلی مثلا به قول معروف مینستریم نیستش که قابل رپلیکیت باشه، تکرار باشه. بسیار عالی آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. من از دوستانی که سوالات به این تعداد سوال ما شوالله آقای دکتر تعداد سوالات خیلی بیشتر از 10 تا 11 تایی بود که خدمتتون عرض کردم، شاید 10 ها سوال یا شاید بالای 100 سوال مطرح شده. از دوستان عذرخواهی میکنم، دیگه فرصتی نیست. آقای دکتر حبیبی هم همین که به ما فرصت دادن خیلی ارزشمند بوده، خیلی قدردان هستیم. آقای دکتر ما از شما قول گرفتیم اگر امکان داره یک لایو دیگری قبل از کلاس داشته باشیم. دوستان اگر میخواید ثبت نام کنید به نفعتون، الان تا زود ثبت نام کنید بهتر هست. بالاخره ما ببینید ما در کلینیک اقتصاد هر دوره رو برگزار کردیم برای کسانی که به صورت آنلاین حضور پیدا میکنند، به صورت سوبسیدی و تخفیف دار اومدیم دوره رو ارائه دادیم. یعنی حتی بعد از ارلی برد، حالا شاید بعضی از دوستان بگن قیمت بالا هست، واقعا اینطور نیست. شما باید بدونید دوره در سطح بین المللی چقدر هزینه داره. اما برای کسانی که میخوان به تعویق بندازن، در واقع من شرمنده شما هستم، ولی احتمالاً قیمت خیلی بالاتر از این قیمتهایی بوده که الان داره مطرح میشه. اگر میخواید ثبت نام کنیم سریعتر ثبت نام کنیم، در خدمت هستم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حبیبی‌نیا. امروز راجع بهش صحبت بکنیم، ممنون میشم اگه بتونیم حالا دفعه بعد به اصطلاح بتونیم تمرکزمون رو روی سوالات دوستان بذاریم. حتما، بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا نگهدار شما.